تو این ویدیو همه چیز درباره انتقال نیروهای نظامی ارتش روسی و شبه نظامی های واگنر از مرکز سوریه به شرق اوکراین بحث میکنیم و همینطور چطور نیروهای قدس ایران جایگزین نیروهای نظامی روسیه تو مرکز سوریه میشن. سلام دوستان، به کانال ایران میلیتر، یکی از بزرگترین کانال های نظامیه یوتیوب فارسی، خیلی خیلی خوش اومدین. اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردین این ویدیو رو تا آخر ببینین و اگه خوشتون اومد دکمه سابسکرایب رو بزنین. همینطور با لایک کردن ویدیو به ما کمک میکنین تا این ویدیو توسط یوتیوب به علاقمندان میلیتاری پیشنهاد داده بشه. تو فروردین 1401 نیروهای مسلح روسیه فاز دوم تهاجم خودشون رو به اوکراین شروع کردن. این وسط هم راکت اندازها و توپهای کششی و خودکششی نیروی زمینی روسیه به موقعیت نیروهای مسلح اوکراین تو خط مقدم نبرد تو منطقه دونباس و همینطور مناطقی که تو شمال خارکیف و شرق نیکولایف هستند به شدت حمله کرد. همزمان نیروی دریایی روسیه هم که با کمبود موشکهای کروز کالیبر مواجه هستش، اهداف زمینی و مهم رو با موشکهای ضد کشتی خاص-35U هدف قرار داد. خدمه بمب‌افکن‌های ضربتی سوخو 34 هم از نبوده سامانه های پدافندی میانبرد و برد بلند نیروی هوایی اوکراین تو جبهه شرقی برای حمله های هوایی خودشون استفاده کردن. از ابتدای هجوم روسیه به اوکراین شبه نظامی های گروه واگنر که تو منطقه دونباس تو شرق اوکراین حضور داشتند و کنار نیروهای شبه نظامی حکومت های جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک از عملیات نیروهای زمینی روسیه تو این جبهه پشتیبانی میکردن. با افزایش پیدا کردن تلفات روسیه تو شمال اوکراین و تو آخرین روزهای فاز اول هجوم روسیه به اوکراین و همینطور نیاز شدید ارتش روسیه به افزایش تعداد نیروهای نظامی اون تو شرق اوکراین برای شروع کردن فاز دوم جنگ، هزاران نفر از شبه نظامی های واگنر که بیشتر اونا تو لیبی و سوریه بودن به منطقه دونباس فرستاده شدن. در واقع خارج شدن هزاران نفر از شبه نظامی های واگنر و همینطور نیروهای نظامی ارتش روسیه از سوریه خصوصا مناطق مرکزی اون باعث شد تا نیروهای قدس ایران همینطور شبه نظامی های وابسته به اون در کنار ارتش سوریه به تدریج جایگزین اونا بشن و مناطق گسترده ای از استانهای حمص و حماه رو که قبلا تحت حفاظت ارتش روسیه و شبه نظامی های واگنر بودش به کنترل خودشون در بیارن. در واقع این مناطق به خاطر خطر بالای اجرای عملیات تروریستی داعش قبلا تحت حفاظت نیروهای مسلح روسیه و همینطور تحت حفاظت شبه نظامی های حرفه‌ای گروه واگنر قرار داشتش. در واقع تو 5 سال قبل و به خاطر اینکه داعش عملا ریشه‌کن شده بود، اهداف عملیاتی سپاه قدس و نیروهای نیابتی اون تو سوریه برای مقابله با اسرائیل تمرکز داشتش. به همین خاطر این نیروها کمتر تو مناطقی مثل حماس که هزینه حضور نظامی خیلی بالایی داشتن کمتر حضور داشتن. اما با خارج شدن تدریجی نیروهای نظامی روسیه، الان نیروهای قدس برای پشتیبانی از ارتش سوریه به خاطر تامین امنیت این مناطق وارد عمل شده. در واقع درباره اعزام نیروهای واگنر از خاک روسیه و همینطور از مناطق به مراتب دورتر از روسیه مثل سوریه اطلاعات زیادی وجود داره، اما نمیشه همه حرفا رو تایید کرد. بدون شک میتونیم بگیم که از ابتدای شور بحران تو دونباس و همینطور تلاش روسیه برای تجزیه اوکراین تو سال 1393 شبه نظامی های واگنر تو درگیری های استانهای لوانسک و دونتسک نقش مهمی داشتن. اما الان به خاطر کمبود نیروهای نظامی ارتش روسیه تلاش میکنه تا شمار زیادی از شبه نظامی های واگنر رو از روسیه و همینطور سوریه به منطقه دونباس بفرسته. تعداد این نیروها بین 10,000 تا 20,000 نفر تخمین زده شده. در واقع به خاطر خسارت های قابل توجه به تجهیزات و تسلیحات و همینطور تلفات انسانی بالای ارتش روسیه خصوصا تو منطقه کیف، نهایتا از شمال اوکراین ارتش روسیه عقب نشینی کردش و عملیات نظامی خودش رو تو این منطقه متوقف کرد. فرماندهای نظامی روسیه هم تصمیم گرفتن اهداف اولیه ای عملیات خودشون رو در واقع تصرف کامل استانهای لوهانسک و دونتسک و ایجاد یک کریدور زمینی بین دونباس به شبه جزیره کریمه هستش. به خاطر همینم تو بعضی از مناطق سوریه که نیروهای شبه نظامی گروه واگنر و همینطور نیروهای نظامی ارتش روسیه حضور داشتن اون مناطق رو ترک کردن و به جای اون نیروهای ارتش سوریه کنترل پایگاه‌ها و پادگان‌ها و مناطق تحت تسلط اونا رو به دست گرفتن. در واقع اگر بخوام دقیق تر بگم، پادگان تیپ 47 زرهی ارتش سوریه تو
جنوب حماه به نیروهای قدس ایران سپرده شده که اونا هم از این پایگاه برای آموزش دادن و آماده کردن نیروهای شبه نظامی برای اعزام کردن به مناطق عملیاتی این استان استفاده میکنند. بعد خروج 200 نفر از نیروهای لشکر پنجم زرهی ارتش روسیه و شبه نظامی های واگنر، کنترل یکی از بزرگترین انبارهای تسلیحاتی و مهمات سوریه رو به دست گرفتند. در واقع میتونیم بگیم که خارج شدن نیروهای نظامی و شبه نظامی روسیه از منطقه مرکز سوریه و همینطور نیاز ارتش سوریه به نیروهای نظامی ایران به خاطر پشتیبانی از اقدامهای این نیرو برای تامین امنیت این منطقه ها فرصت مناسبی رو برای ایران فراهم کرده تا حضور بیشتری تو مناطق مرکزی سوریه داشته باشه. ممنونیم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و یادتون نره که نظراتتون رو تو قسمت کامنت ها برای من بذارید.